بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حلول سال نو، جوانی دوباره طبیعت و بهار هستی رو خدمت همه بینندگان محترم، مسلمانان، هموطنان ایرانی در همه جای کره زمین عرض تبریک و تهنیت دارم. مناسب می‌بینم من دعایی رو که از زبان معصومین علیه الصلاه و السلام در آغاز سال قمری مطرح شده است، یعنی در اعمال اولین روز سال قمری، از زبان حضرت صامل الحجج علی ابن موسی رضا به گفته پیغمبر مکرم اسلام نقل است، خدمت بینندگان محترم و همه عزیزان ابتداعا تقدیم دارم. طبیعی است این دعا در روز اول سال گفته شده است و آغاز سال شمسی و قمری تفاوتی نمی کند که هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده. پروردگار من، تو خدای دیرین هستی هستی و این سال سال نو و جدیدی است. فاسالک فی حل اسمته من الشیطان و لغبت علا هذه النفس الامارت بسوء و الاشتقال بما یقربنی الیک. پروردگارا، از تو طلب می کنم محفوظیت و مسئولیت از شرور شیطان را و توانمندی در مقابله با نفس اماره را و آنکه در این سال به اموری من بپردازم که من را به تو نزدیک کند. یا کریم و یا ذوالجلال و الاکرام، ای خداوند کریم، ای صاحب جلالت و کرامت، یا عماد من لا عماد له، ای پشتیبان آن کسی که پناهی ندارد، یا ذخیرت من لا ذخیرت له، ای ذخیره آن کسی که نهانی و ذخیره ای ندارد، یا حرز من لا حرز له، ای پناه آن کسی که احساس بیپناهی در وجود می کند، یا قیاث من لا قیاث له، ای دادرس و فریادرس آن کسانی که جست و فریادرسی ندارند، یا سند من لا سند له، ای تکیگاه آن کسانی که بر تو تکیه می کنند و تکیگاهی جست و ندارند، یا کنز من لا کنز له، ای گنج آن کسان و گنجینه آن کسانی که جست و گنجینه ای نمی جویند، یا حسن البلاء، یا عظیم الرجاء، یا عز الضعفاء، ای خداوندی که آزمودن تو نکوست، امید بستن تو بسیار عظیم و تو موجب عزت بندگان ضعیف خیش خواهی بود، یا منقذ القرقا، یا منجی الحلقا، ای خدایی که انسانهای در حال غرق شدن رو تو نجات میدهی و انسانهای در حال حرکت رو تو منجی و نجات دهنده خواهی بود، یا منعمو، یا مجملو، یا مفزلو، یا محسن، ای خدایی که تو نعمت بخشی، تو زیبایی را در وجود عرضه می کنی، ای خدای دارای فضل و دارای احسان، انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور النهار و ضوء القمر و شعاع الشمس، ای خدایی که برای تو تیرگی های شب سجده می کند، نورانیت روز به سجود در می آید، ماه با جلوه‌گری خیش برای تو سجده می کند و شعاع و نورانیت خورشید هم بر حضرت تو سجود می آورد، و دوی الماء و حفیف و شجر، خدایا صدای پای آب هم برای تو سجده می کند و صدای درختان و زیر و بم شدن شاخساران هم بر تو سجده می کنند. یا الله، لا شریک لک، ای پروردگاری که تو شریکی نداری. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون و اغفر لنا ما لا یعلمون و لا تآخذنا بما یقولون. پروردگارا، ما را بهتر قرار ده از اون چه دیگران در حق ما گمان میبرند و ببخش بر ما آنی را که دیگران از ما نمیدانند، و ما را مؤاخذه نکن به آن چه در حق ما دیگران میگویند. حسبی الله لا اله الا هو، کفایت میکند مرا خدای من که جز او پروردگاری نیست، علیه توکلتو، بر او تکیه میکنم، و هو رب العرش العظیم، و او پروردگار عرش عظیم است. آمنا به، ایمان به او آورده ایم. کلون من عند ربنا،
همه از نزد خداست و ما یذکر الا اولو الالباب، و متذکر نمی شوند به این حقایق مگر صاحبان اندیشه و خرد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، پروردگارا دلهای ما را بعد از اون که به راه راست به هدایت آورده ای به کجی مبتلا مگردان، و حبل لنا من لدن که رحمه، و از نزد خیش رحمت خود را بر ما ارزانی دار. انک انت الوهاب، همانا تو بخشنده بر بندگان خیش و بر هستی می باش. دعاییست بسیار زیبا و نورانی از زبان پیامبر مکرم اسلام به نقل و روایت حضرت صامن الحجج امام هشتم که بازگو شد. امیدواریم همون گونه که در این دعا خواندیم، خداوند این سال دو سال محفوظ ماندن از شرور شیطانی برای ما قرار دهد، سال توانمندی نفسانی برای ما قرار دهد که بتوانیم در این سال پلکان کمال و ترقی رو طی کنیم و به یه اوجی از شکوه و انسانیت و ایمان دست یابیم. سالی باشد که از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا، همان گونه که فرمود معصوم، پلکان تقرب رو به سوی حضرت دوست طی کنیم و بر او تکیه کنیم و رشد وجودی و شخصیتی رو انشاءالله بتوانیم در این سال برای خودمون تحصیل کنیم. من باز هم ضمن تبریک دوباره خدمت همه مسلمانان، بینندگان و تمام حضار گران قدری که کلمات من رو میشنوند و نظاره می کنند، امیدوارم که این سال سالی باشد که ما ابتداءً با بازنگری در وجود خودمون آغاز کنیم، همزمان با بهار طبیعت که خداوند وجود و هستی رو زنده می کند. یحیی الارض بعد موتها، بعد از این مرگ دوباره زنده می کند که این بهار نو ز بعد برگریز هست آیت بر وجود رستخیز. این بهار زنده شدن دوباره موجب زنده شدن دوباره دلها و جانهای همه عزیزان هم باشد، و همان گونه که رحمت خداوند بر وجود فراوانی و ارزانی دارد، دلهای ما و کویر جانهای ما هم با آب رحمت خداوندی شکوفا گردد و بالندگی بیشتری پیدا کند. امیدوارم که این سال سالی باشد که در روی زمین صلح و امنیت و رفاه برای بندگان خدا حاکم گردد و خشونت و درشتی و زشتی از بسیط خاک رخت بربندد، بر چهره آدمیان غبار مظلومیت و غربت نباشد و دلها شادمان به صفای انسانیت و عطوفت و مهر برزی باشد. البته می دانیم که بزرگترین تمنای ما این است که در این سال اگر خداوند سبحان باغبان هستی وجود رو برای انسانها به صحنه بیاورد و سالی باشد که با فرج اون بزرگ انسان موعود جمیع انبیا و اولیا سامانی در وجود و هستی و آفرینش ایجاد گردد، همان خواهد شد که بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. امیدوارم که بتوانیم در این سال دلهامون رو به نورانیت قرآن، کلمات ذات باری تعالی و سنت و سیره نبوی و رفتار پیشوایان دین بیشتر منور و مزین گردانیم. مناسب میبینم برای لطافت بیشتر سخن خدمت بینندگان محترم و عزیزان سری به گلستان ادب پارسی هم بزنیم و غزل خوان از زبان رند شیرازی ابیاتی رو خدمت دوستان عزیز تقدیم دارم. گویا نوروز نامه ایست و بهاریه ایست از زبان خواجه شیراز که میگوید ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی، چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف اشرت کن که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. سخن در پرده میگویم چو گل از پرده بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی، می دارم چو جان صافی و صوفی میکند عیبش، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی. طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود گفتن، کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. جدا شد
جدا شد یار شیرینت، کنون تنها نشین ای شمع، که حکم آسمانین است اگر سازی و گر سوزی. به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا زاهد که جاهل را هنی تر میرسد روزی. ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. به بستان رو که از بلبل طریق عشق گیری یاد، به مجلس آی که از حافظ سخن گفتن بیاموزی. در پایان مناسب میبینم جمله ای رو خدمت همه عزیزان و بینندگان محترم و همه مسلمانان دوستان هموطنان عزیز این سو و اون سوی دنیا عرض کنم که شاعر عرب جمله ای رو میگوید که به نظر من حکمت آموزی دارد و اون این است که میسراید نورز ناز و نورستو ولیکن به دموعی ولهم نارهمو و نارو ما بین زلوری. مردمان نوروز دارند، روز نو دارند و نوروز دارند، با نوروز خیش شادمانی میکنند، سرور دارند، شعله ها میافروزند، شمع محفل روشن میکنند، گرمایی به وجودشون میبخشند. اما من شمعی که دارم که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، نوروز من در دل و در جان غم دیده من خانه میکند. حاکی از این که در این ایام خوش و خرمی که باید انشاءالله با گرمی محفلمون به هم دلها رو نزدیک تر کنیم، از بندگان نیازمند و محروم حضرت پروردگار غفلت نکنیم. بگذاریم که بنی آدم اعضا یک پیکرند باشد و در شادی ما هم دیگران شریک باشند و بتوانیم کانون گرم دیگران رو ما گرمای بیشتری بدیم و از اون چه خداوند بر ما ارزانی کرده است گشاده دستی کنیم و انسانها و بندگان خداوند رو هم مساعدت و یاری در این جهت برسانیم و بدهیم. در پایان سالی سرشار از کامیابی و بهروزی رو برای همه عزیزان از خداوند سبحان تمنا دارم و امیدوارم که همگان با کامیابی و موفقیت در عرصه اندیشه و عمل این سال رو بتوانند به نیکبختی به پایان برسانند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.